من یوحنا هستم. من اهل افغانستان هستم و در افغانستان به دنیا آمدم. من هزاره هستم. شیعه بودم و از یک خانواده بسیار مذهبی بودم. سال 2009 بود که من یونان اومدم و در کشور یونان در اونجا مدرسه رفتیم و دبیرستان در اونجا تمام کردیم و رشته مهندسی ماشین هم اونجا یکم خواندیم، البته تمام نشد. و یادم است که سال 2012 بود که من به شهر آتن اومدم. اونجا یک دوست بسیار بسیار عزیز ایرانی داشتم که همین الان هم دعا میکنم که هر جایی که هست در پناه خداوند ما عیسی مسیح باشه. و ایشان به من گفت که بیا بریم کلیسا. و به خاطر که من یک شخص بسیار مذهبی بودم، یعنی تمام فامیل ما انسانهای بسیار مذهبی هستن، اونا شیخ هستن، خیلی هایشان حجت الاسلام هستن و فعالیت های اسلامی میکنه، و من خودم حتی در حوزه علمی قم زمانی که کوچیک بودم اونجا دو سال درس طلبگی خوانده بودم، رفته بودم و خیلی از یکی از سوره های قرآن که سوره بقره بود، من تقریبا همه سوره را من حفظ بودم. و وقتی که حتی یونان آمده بودم همیشه من یک انسان مذهبی بودم، زیارت عاشورا می خواندم و نمیفهمم قرآن چند بار من ختم کردم، بالخصوص در ماه رمضان من قرآن چند بار ختم میکردم، ولی بدون اینکه معنیش بفهمم. البته من الان وقتی که شهادتم میگم در باره کسی دینی و چیزی قضاوت نمیکنم، بلکه فقط من میخوام شهادت زندگی خودم رو بدم که من کی بودم، چی بودم و چطور با مسیح آشنا شدم. و توی آتن وقتی که دوستم گفت که بیا بریم کلیسا، اول من رد کردم، گفتم که من نمیتونم برم کلیسا به خاطر که من یک مسلمان هستم و اعتقادم به من اجازه رو نمیده. ولی دفعه دوم و سه بار فقط به خاطر کنجکاوی من رفتم داخل این کلیسا، و یک کلیسای فارسی زبان بود. و یادم است که همون شبی که من رفتم، شبان کلیسا درباره گناه صحبت میکرد و یادم است که صحبت میکرد که گناه ما را از خداوند جدا کرد، خداوند قدوس است، ولی ما در علیه خدا گناه کردیم، طغیان کردیم، سرپیچی کردیم و به همین خاطر سقوط کردیم از نزد خداوند، و خداوند میخواهد که ما دوباره نجات پیدا کنیم. و چیز خیلی جالبی که گفت، ولی لازم است که ما از گناه های خود ما توبه بکنیم و بازگشت کنیم و به سوی او بازگردیم. و برای من بسیار بسیار چیزی، یک تعلیم عجیب و غریبی بود، به خاطر که چیزی که به ما یاد داده بود و ما این تعلیم گرفته بودیم که می گفتن یک واقعیت هست که مسیحا خدای واقعی را نمیشناسن، اونا برای اونا گناه اهمیتی نداره. و من بیشتر کنجکاو شدم، بیشتر کنجکاو شدم، به خاطر از این خیلی کنجکاو شدم، چون ما در وقتی که در یونان بودم محبت یونانیا را می دیدم، محبت معلما را می دیدم برای خودم، ولی نمی دانستم که اینا از کجا می آید. می گفتم خب محبت می کنند یا کارشه، ولی به همین خاطر من کنجکاو شدم که بیشتر برم داخل همین کلیسا در اونجا و بیشتر تعلیم ببینم و بیشتر یاد بگیرم. و هر باری که می رفتم من یک چیز جدیدی در اونجا یاد می گرفتم، تا زمانی که روزی شد که من به اون کلیسا رفتم و یک سرود پرستشی گذاشته بود. به اون سرود پرستشی هم خیلی جالب بود، خداوند به اون سرود پرستشی با قلب من صحبت کرد. و همون شب بود که من خیلی دلشکسته بودم، و به خاطر که خیلی سال توی یونان بودم و تکلیف من مشخص نبود واقعا، و همون شب دعا کردم، در پیشگاه خداوند افتادم و گفتم خداوند اگر که تو عیسی مسیح، همون چیزی که مسیحی ها میگه، و اگر که تو واقعا همون خداوند هستی، یک معجزه به من نشان بده.
چون همه مردم واقعا دنبال معجزه میگردن اول. و همون شب وقتی که من دعا رو کردم و گریه کردم بعد پیشگاه عیسی مسیح، وقتی که من برگشتم همون شب توی اتاق در خانه برگشتم، همون شب من خواب دیدم و خوابم این بود که پرونده من گم شده، در پلیس استیشن هسته و پرونده من گم شده و روی پرونده هم کل خاک هسته و هیچ کس پرونده من رو نمیبینه. ولی یک اتفاقی در همون خوابم افتاد و این بود که یک صلیب چوبی از بالا آمد و نشست روی پرونده ما و پرونده ما از همون جایی که گم شده بود آمد، همین رقم آمد آمد و نشست در پیش همون پلیس و اون پلیس پرونده ما رو باز کرد و شروع کرد به خواندن. پرونده ما رو شروع کرد و خواند و صبح وقتی که بیدار شدم گفتم که خب البته خواب دیگه، دیشب زیاد خوردم خواب است و باورم نداشتم زیاد به خواب و رویا. ولی یک روز بعدش رفتم در یک جای اینترنت کافه بود، در اونجا در آتن و مو فیسبوک خودم رو باز کردم، چون در اون زمان که بود موبایل اندروید نبود که مثل الان باشه که ما فیسبوک توی موبایل داشته باشیم. ما معمولا میرفتیم در آتن، اونجا اینترنت کافه هایی بودن که ساعتی میگرفتن، در اونجا می نشستیم و پول پرداخت میکردیم و می نشستیم. و در اونجا رفتم فیسبوک خودم، وقتی که باز کردم دیدم یک پیام دارم از طرف وکیل خودم و در اون پیام نوشته بود که کجا هستی، من دنبال تو میگردم، تو چرا تلفنت جواب نمیدی، یک خبر خوش دارم و اوی است که تو پناهندگی یونان قبول شدی. و این بسیار برای من خیلی خوشحال شده بودم به خاطر که میتونستم سفر کنم با او. و همون روز من که بگم به عیسی مسیح ایمان نیاوردم که بگم یک معجزه کرد، من به عیسی مسیح ایمان آوردم، بلکه من از اون روز تصمیم گرفتم که کلام خداوند را و کتاب مقدس را عمیقا مطالعه بکنم، نه از یک عینک به اسلام ها میگم عینک اسلامی بخونم. و شروع کردم کتاب مقدس را با عینک کتاب مقدس و با عینک بی‌طرفی شروع کردم به خواندن. یعنی تا حدی من نزدیک کلام خداوند شده بودم، من نزدیک عیسی مسیح شده بودم که من حتی سر کار که وقتی که میرفتم، به وقتی که زنگ تفریح میشد بقیه چای و کافه میخورد، ولی من نشستم واقعا کلام خداوند مطالعه میکردم، کتاب مقدس مطالعه میکردم. و تعلیمات کتاب مقدس خب بسیار شیرین بود. وقتی که میخواندم بخشش، نه تنها حالا بگیم که بخشش خداوند در کتاب مقدس، بلکه ما وقتی که کلام خداوند و کتاب مقدس میخواندم، تعریف خدایی که کتاب مقدس میکرد با تعریف خدایی که من قبلا شنیده بودم بسیار متفاوت بود. تعریف گناهی که کتاب مقدس میکرد با تعریف گناهی که من قبلا داشتم بسیار متفاوت بودن. تعریف انسان، اینا بسیار متفاوت بود و این خودش را خداوند مرا نزدیک خودش هر روز میکشان. و من از اون طرف نه تنها کلام خداوند و کتاب مقدس میخوندم، بلکه تحقیقات میکردم حتی درباره اسلام، به خاطر که باید من جواب میگفتم یک روزی. و در سال 2013 بود که من بعد از یک سال به اصطلاح همتر کنجکاوی و نمیفهمم تلاش و جنگ با خودم و همه اینا، بعد از یک سال بود که من اعتراف کردم که عیسی مسیح خداوند هست و اون نجات دهنده ای من هست. و من در سال 2013 من تعمید گرفتم در نام عیسی مسیح و خداوند خیلی تغییرات در زندگی ما آورد. و تغییر خیلی عمده ای که وقتی که ما بحث از تغییر میکنیم، خیلی وقتا حتما لازم نیست که یک تغییری مثلا یا یک پولدار شویم، نه اینجور چیزا نیست، یا یک شاخی در بیاریم یا یک دومی در بیاریم، نه اینجور چیزا نیست. تغییر عمده ای که خداوند کلام خودش به من داد این بود که بتانم همه رو محبت کنم، بلخصوص ما هایی که از افغانستان هستیم و در افغانستان سالها و سالها پیادرکشی و جنگ‌های داخلی بود و یک جوری ما را به اصطلاح بار آورده بود که
قبیله از قبیله و مذهب از مذهب تنفر داشت. و ما مثلا از خیلی کسایی که به ما بدی کرده بودن، بلخصوص که خودم از قوم هزاره هستم و ما بدی کرده بودن، خیلی وقتا از اونا ما احساس میکردم که من نفرت دارم از اونا. ولی وقتی که کلام خداوند خواندم، مسیح اینقدر زندگی مرا تغییر داد که ما به جایی که از اونا نفرت پیدا کنم، عشق و محبت ما به اونا زیاد شد و من حتی برای اونا دعا میکردم، حتی میرفتم با اونا در باره محبت خداوند صحبت میکردم با اینکه اونا از ما نفرت داشتن. و امروز هم به عنوان یک شاگرد عیسی مسیح، به عنوان یک پیرو عیسی مسیح، همونطوری که عیسی مسیح به شاگردای خودش میگه در کتاب اعمال رسولان باب 1، ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و تا دورترین نقاط دنیا درباره من شهادت دهید. و امروز ما هم به عنوان شاگردای عیسی مسیح، این شهادت زندگی ما است که خداوند چطور زندگی ما را تغییر داده. و این شهادت فقط تنها برای خود ما نیست، بلکه خداوند ما را مأمور کرده که این شهادت خود ما را برای دیگران، برای کسایی که مسیح را نمیشناسه، او را اعلام بکنیم و بگیم که مسیح نجات دهنده است و عیسی مسیح خداوند محبت است و او ما را دوست داره. آمین.